عزیزان کاربر، در این درس میخوام راجع به ابزار الیپس براتون توضیح بدم که از این ابزار میتونید استفاده کنید برای رسم کردن بیزی ها و دایره ها. برای دریافت کردن این ابزار کافیه در قسمت تول باکس بر روی الیپس سلکت تول کلیک کنید یا اینکه بر روی ای بر روی کیبوردتون بزنید، که توصیه میکنم از این روش استفاده کنید. پس از اینکه ابزار رو انتخاب کردید، بغل دست نشانگر ماوس شما یک دایره به وجود میاد که نشانگر این است که شما الان ابزار الیپس رو در اختیار دارید. برای شروع کردن ترسیم، اونجایی رو که میخواید مبدا ترسیمتون باشه رو انتخاب میکنید، کلیک میکنید، کلیکتون رو نگه میدارید و بعد حرکت میدید. شروع میکنید به ترسیم کردن بیزی و یا دایره‌ای که میخواید به وجود بیارید و هر اندازه و هر جهتی که دوست دارید میتونید انتخاب کنید. اگه براتون طول و عرضش مهم است که اندازه‌اش چقدر هست، میتونید در قسمت آپشن به سایز توجه داشته باشید. اگه براتون مهم است که یک دایره کامل به وجود بیارید، بهترین راهش این است که همزمانی که هنوز ماوستون رو رها نکردید، شیفت رو نگه دارید بر روی کیبوردتون. بهتون کمک میکنه تا اونجایی که ممکن است این پروگرام که شما بتونید طول و عرض رو یا دقیقاً یکی کنید یا نزدیک به همدیگه قرار بدید. کافیه من شیفت رو نگه دارم، میبینید که سعی میکنه که تا اونجایی که ممکن است طول و عرض یکی باشند. کافیه که یه مقدار تغییرش بدید جاش رو که سعی بکنه که یک دایره کامل برای شما به وجود بیاره، که الان چون 381 در 381 هست یک دایره کامله. حتما توجه کردید که در درس قبلی موقعی که شیفت رو نگه می داشتید، می اومد نسبیت طول و عرض رو به نسبیت طول و عرض عکس یکی می کرد. عکس ما 800 در 600 پیکسل است. در نتیجه عکس ما مستطیله، در حالی که الان نسبیت ما نسبیت طول و عرض یکی است. پس نشون میده در این ابزار مثل ابزار قبلی اگه شیفت رو نگه دارید، نسبیت ها نسبت به عکس تشخیص داده نمیشند و نسبیت انتخاب الان شما با نگه داشتن شیفت به صورت اندازه بودن طول و عرضتون هست و به یک اندازه بودنش. اگه براتون مهم هست که اون جایی رو که کلیک کردید نقطه ثقل اون طرحتون باشه، به جای که شیفت رو نگه دارید کنترل رو نگه دارید، باعث میشه اون جایی که کلیک کردید نقطه ثقل این طرحتون باشه. اگه براتون مهم است که به صورت بیزی نباشه و دایره باشه، ضمناً نقطه ثقلتون هم همون جایی باشه که اول کلیک کردید، هم کنترل نگه دارید هم شیفت رو، باعث میشه که expand from center انتخاب بشه، هم باعث بشه که نقطه ثقل شما همون جایی باشه که کلیک کردید، همین که ضمناً طول و عرضتون یکی باشه که باعث بشه دایره بشه. پس از این که حالا انتخاب کردید هر شکلی رو و به وجود آوردید اون شکل رو، با رها کردن ماوستون میتونید جاش رو تغییر بدید، مثل درس سابق وسطش کلیک کنید هر جایی دوست دارید ببریدش، میتونید کوچک و یا بزرگش کنید، که خیلی دوست دارم توجه کنید به این مسئله که اگر دوست دارید نسبیت طول و عرض پس از این که بزرگ و یا کوچکش کردید یکی بشه، پس از این که کلیک میکنید و بعد میخواید بزرگش کنید، پس از کلیک شیفت رو نگه دارید، نسبیت طول و عرض شما الان با نسبیت طول و عرض شما قبل از کلیک کردن یکی خواهد موند و فقط شما میتونید بزرگ و یا کوچیکش کنید. اگر میخواهید که اون نقطه ثقلتون هم یکی بمونه، یعنی قبل از اینکه کلیک کنید همون نقطه ثقلتون بعد از اینکه کلیک کردید و تغییر دادید هم یک جا بشند، میتونید کنترل رو نگه دارید. اگه براتون نسبیت مهم نیست و فقط اون مرکزیت مهم است، میتونید که فقط کنترل رو نگه دارید و شیفت رو رها کنید، دیگه هر شکلی بخواید میتونید بکشید، ولی نقطه ثقلتون همون نقطه ثقلی خواهد بود که اون جایی که قبلا طرح رو کشیده بودید میبوده. و پس از اینکه طرح رو به وجود آوردید و اون اندازه رو دوست داشتید به وجود آوردید، میتونید رها بکنید، این اندازه جدید به وجود میاد. میدونید که میتونید از کنارها و وسط هم میتونید استفاده بکنید برای اینکه از راستاهای دیگری بزرگ و یا کوچیکش بکنید. دقیقاً مثل درس قبلی مودهای ما به همون شکل هستن، یعنی مود دوم ما اد هست، میتونیم اضافه کنیم. من به توسط فشار دادن شیفت قبل از اینکه کلیک کنم میام مود دوم رو انتخاب میکنم. بغل دست ماوس من الان میبینید علامت مثبت اومد، نشانگر این است که من الان مود مثبت رو یا اد رو دارم و اضافه میتونم بکنم اونجایی رو که دوست دارم رو. کلیک میکنم که ابتدا و مبدا اونجایی رو که دومین سلکشنم رو میخوام انتخاب بکنم و بعد شروع میکنم به حرکت دادن ماوسم، انتخاب دومم رو انجام میدم. اگر برام مهم هست که نسبیت طول و عرض این انتخاب دومم با نسبیت طول و عرض اولی یکی باشه، در نتیجه دو مرتبه شیفت رو رها میکنم و شیفت رو دو مرتبه میگیرم، باعث میشه نسبیت اولی با دوم یکی بشه.
اگه برام مهم است اونجایی رو که کلیک کردم نقطه ثقل این طرح دومم باشه، این سلکشن دومم باشه، الت رو نگه میدارم، نقطه ثقل همونجا خواهد بود. و اگر دوست دارم هم نقطه ثقل اونجا باشه و هم نسبیت باشه، الت و شیفت رو با هم دیگه نگه میدارم. در نتیجه میبینید که یکی خواهد بود. حالا اجازه بدید که اصلا این کار انجام ندم و یک طرح جدید به صورت درست برعکس اون بیزی ما که ارزش بزرگتر از طولش بود، که از لحاظ افقی بزرگتر بود نسبت به عمودی، حالا برعکس عمودیش بزرگتر از افقیش هست، انتخاب میکنم و پس از اینکه رها بکنم این قسمت سلکشن دوم من به اولی اضافه میشه. همجوری که میبینید اومد اضافهش کرد. اجازه بدید که دو مرتبه بیام و شیفت رو نگه دارم، یه قسمت دیگه اضافه کنم، کلیک میکنم اضافه میکنم. حالا اگر شیفت رو ول کنم و دو مرتبه بگیرم چه اتفاقی میافته؟ اتفاقی که میافته این است که نسبیت طول و عرض این انتخاب من با انتخاب یک دونه قبل از خودش میاد خودش رو مقایسه میکنه. شیفت رو نگه میدارم، ببینید نسبیت طول و عرض حالا دقیقاً به اندازه نسبیت طول و عرض انتخاب قبل از این انتخابم هست. حالا دومی بود برای این انتخاب، چرا که من الان سومین انتخاب رو دارم میکنم. و اگه برام مهم است اونجایی که کلیک کردم دو مرتبه نقطه ثقل همین انتخابم باشه، میتونم خب به هر حال کنترل نگه دارم که مطمئنم که میدونید رهاش کردم چون برام مهم نیست. و پس از اینکه انتخاب کردم رها که بکنم همه چیز رو میاد اضافه میشه. اگر مود سوم رو بخوام انتخاب بکنم، میدونید که قبل از کلیک کردن بایستی کنترل رو نگه دارم و بعد شروع کنم کلیک کردن و بعد حرکت دادن. بلافاصله که کنترل نگه دارم، بغل دست ماوس من میبینید که یه علامت منفی میاد، نشانگر این است که الان من مود ریموو رو انتخاب کردم و مود سوم رو انتخاب کردم. وقتی مود سوم رو انتخاب کردم کلیک میکنم، حرکت میدم همون شکلی رو که دوست دارم رو به وجود میارم و بعد میگم مثلا این قسمت رو کم بکن از حالت سلکشنی که قبل از این کلیک وجود داشته. و بعد اگر دوست دارم که نسبیت طول و عرض نسبت به انتخاب قبلی یکی باشه، میام شیفت رو نگه میدارم، در نتیجه نسبیت یکی خواهد بود. میبینید که تغییر نمیکنه وقتی بزرگ و کوچیکش میکنم. اگه برام مهم است که اون جایی رو که انتخاب کردم و کلیک کردم برای اولین بار اینجا بیاد و مرکز نقطه ثقل طرح آخری من باشه، میتونم بیام کنترل رو رها کنم، یه دفعه دیگه کنترل رو نگه دارم. میبینید که اینجا نقطه صفر خواهد بود، چون برام مهم نیست رهاش میکنم. برام اصلا مهم نیست که نسبیت ها چه شکلی باشه، در اونجا شیفت رو هم رها میکنم و بعد یه شکلی به وجود میارم و بعد میگم این رو از این طرح انتخابی من کم کن. و وقتی رهاش بکنم میبینید که کم میکنه و طرح ما بقیش میمونه. آخرین طرح ما هم که میدونستید به توسط فشار دادن کنترل و شیفت قبل از کلیک کردن هست، میتونم انتخابش بکنم و بعد هم بیام اینجا کلیک بکنم و شروع کنم به ترسیم کردن. پس از اینکه کار ترسیم رو انجام دادم، دیگه مهم نیست کنترل و شیفت رو نگه دارم، فقط قبل از اینکه کلیک کنم بایستی نگه می‌داشتم، در نتیجه دو تا رو رها می‌کنم و به کارم ادامه میدم. اگه برام مهم است که نسبیت با نسبیت آخرین انتخاب یکی باشه، باز میتونم شیفت رو نگه دارم، نسبیت یکی میشه. اگه برام مهم است اونجایی که کلیک کردم نقطه ثقل باشه، میدونید که بعد کنترل رو فشار بدم، همونجا نقطه ثقل خواهد بود. ولی چون برام مهم نیست، میگم که اینجا رو که من الان انتخاب کردم از اون سلکشن قبلی بذار بمونه، بقیهش رو پاک کن. میدونید که آخرین مود به این شکل است و بعد که انتخاب بکنم فقط همون قسمت میمونه و بعد میتونم کار انتخاب کردن رو انجام بدم. گزینه‌های دیگر رو اصلا براتون توضیح نمیدم، چرا که همشون یکی هستن با ابزار قبلی. تنها چیزی که فرق میکنه آنتی الیاسینگ هست. در ابزار قبلی خاکستری بود همجوری که میبینید و من اصلا راجبش صحبت نکردم، چرا که حالا موقعی که توضیح بدم در قسمت الیپس متوجه میشید که در قسمت آنتی الیاسینگ موقعی که مربع و یا مستطیل درست میکنید اصلا مهم نیست که آنتی الیاسینگ قبول شده باشه یا نه، چون پیکسل های ما به صورت مربع هستن، در اون هر عکس پیکسل ها به هر شکلی که باشه عکس پیکسل ها مربع هستن. در نتیجه موقعی که مربع مستطیل به وجود میارید، لبه های انتخابتون اصلا مهم نیستن، چون اجازه بدید من مربع مستطیل به وجود بیارم، چون لبه های عکستون و هر جایی که شما انتخاب میکنید به صورت لبه های مربع مستطیل میتونه باشه، در نتیجه مشکل آنتی الیاسینگ نداشتید و نخواهید داشت.
در نتیجه اگر ابزارمون متفاوت باشه و دایره به وجود بیاریم یا بیزی به وجود بیاریم، یه مقدار مسئله آنتی الیاسینگ مهم است. اجازه بدید که من یک طرح ساده براتون به وجود بیارم که ساده بشه متوجه شدنش. اجازه بدید یک صفحه جدید به وجود میارم. اجازه بدید که این هم باشه foreground color مشکی به وجود بیاد و بعد اوکی میکنم. صفحه جدید به وجود آوردم. اجازه بدید این رو ببندم، این رو یه مقدار بزرگش بکنیم تا اینکه جلو دستمون بیاد. اجازه بدید که یه طرح برای شما بکشم با آنتی الیاسینگ که سعی میکنم یک دایره به وجود بیارم 200x200. بدون آنتی الیاسینگ یه دایره دیگه به وجود میارم، تقریبا همون 200x200 باشه. شیفت رو نگه میدارم، حالا شیفت رو دو مرتبه رها میکنم، دو مرتبه میگیرم. اجازه بدید که ببینم میتونم 200ش کنم به راحتی یا نه. بله، میبینید که اینم 200 شد. یکیشون حالا آنتی الیاسینگ داره، یکیشون آنتی الیاسینگ نداره. بر روی دیلیت میزنم که پاک بشه توشون. بیرون کلیک میکنم که توجه کنید. حالا اگر نزدیک بشم بهشون، زوم بکنم، متوجه میشید که این برش بهتر از برش دومی هست. اولی آنتی الیاسینگ اکتیو بود، دومی آنتی الیاسینگ اکتیو نبود. وقتی آنتی الیاسینگ رو اکتیو میکنید، برش های شما به صورت اسموز یا خیلی هموار شروع میکنه به برش دادن، تا اونجایی که ممکنه سعی میکنه هموارش بکنه. ولی در قسمت دومی که آنتی الیاسینگ انتخاب نشده بود، میبینید که هموار بریده نشده و یه مقدار زده هایی داره که ممکنه بعدا براتون درد سر بشه. امیدوارم این درسم درتون خورده باشه.